چرا نصب یک کامیرا در مرکز تقسیم آب در خواجه آلا به جنگ مسلحانه کشید؟ ضعف کار هیئت کمیسی بین حکومتی تقسیم مرز تاجیکستان و قرغیزستان به این حالت آورد؟ چرا تقریبا 30 سال است که دو کشور همسایه نمی توانند خط مرز را کشند و پیش راه جنجال و دعواها و کشتار و خرابکاری ها را بگیرند؟ و در نهایت راه حل کجاست و کدام است؟ همین سوال را به بحث گپ آزاد کشیدیم و مهمانان ما داداخان ایگاموف، نویسنده تاجیک و ساکن واروخ و نصیب جان امانی، کارشناس مسائل منطقه. سلام و خوش آمدید. به نظر هر دوی شما آیا ممکن بود از همین خونریزی در سرحد جلوگیری شود و از کدام را؟ ابتدا از شما جناب داداخان ایگاموف شروع میکنیم. مرحمه. سلام علیکم. اصل نصبی من داداخان ایگاموف واروخی که از مرکز دهه واروخ هستم و از نوروز همین سال قریب در واروخ بودم. همه روز کدام جنجال، کدام مباحثه که شود از دو چیز، از آب و چراگاه سر می شود و همه اش با عیبی همسایه ها و خودی من هم حیران شدم. این ناگهانی، تماما ناگهانی شد برای شخصا برای من. شما میگوید که عیبی همسایه ها، ولی آنها میگویند که عیبی تاجیک هاست. پس اصل مسئله چی است به نظرتون استاد ایگاموف؟ وقتی که یک چیز را دو کس استفاده میبرد، یک چیز را به مدیت هم دیگرش کار میکند، خواه نگاه بینش خواه ویش. وقتی که همین آب تقسیم کنی، حوزه آب تقسیم کنی باشد، با مطیعت همدیگر آگاه کرده، واقف کرده، یک کار شروع کردن دکه با رازگی همسایه. همون مطلی تاجهی که هست، حق همسایه به حق خدا برابر است، باید همسایه ها با مطیعت همدیگر کنند، یکان نظام میشد. برگردیم به سوال اصلی ما، آیا ممکن بود از همین خونریزی جلوگیری کرد؟ در همین مسئله کی بیشتر مسئولیت دارد به نظر شما؟ اون قدری که یا از نزدیک یا از دور من این جنجال ها را میبینم، اولش از سنگ زنی سر میشود و وقتی که یک ضربه یک حتاق میآید، او البته باید جواب خود را گیرد. باز سنگ فرتایی همه اش باز از همسایه ها سر شدن و شاهدان به من گفتند. ببینید مثلا جانب قرغیزستان عین همین حرفایی که شما زدید، آنها میزنند که جانب تاجیکستان سنگ زد، جانب تاجیکستان تیر زد و همین گونه بحثا همچنان در همه مناقشه ادامه دارد. ولی چرا، چیکار باید کرد که کار به اینجا کشانیده نشود؟ کدام مقامات تاجیکستان و قرغیزستان بیشتر مسئولیت دارند که به همین چیز آمادگی گیرند و وضع درست کنند که کار به این حالت کشیده نشود؟ من همچون ادیب به این مسئله که ادیب واروخی به این مسئله سالهای زیاد باز مراق ظاهر کرده ایستادم و تحلیل های خود، تشخیص های خود، پیشنهاد های خودم دارم و اگر شما امکان دهید من اون چی فکر دارم میگویم یک بار. خیلی خوب، خیلی خوب، ما حتما به این مسئله بر میگردیم. ولی حالا میخواستم از نصیب جان امانه پرسم که شما چی نظر دارید؟ آیا این مسئله ها تا کجا رای حل دارن به نظر شما؟ نخست من درود میفرستم به شما مرز نبی، به داداخان عزیز و به همه شنوندگان و بینندگان رادیو آزادی. اکنون به گفته که به گونه که داداخان گفتند، من به بیشتر حرفهای شما راضی هستم و این ماجرایی که شد، این ماجرای یگانه نبود. این ماجرا زمینه ها داشت، پیشتر ماجراهای زیاده شده بودند بین تاجیکان و قرغیز ها، ولی این بزرگترین ماجرا بود و بزرگترین تلفات هم در این جنجال مشاهده رسید از هر دو جانب. اکنون چرا اینطور شد؟ فکر میکنم زمینه هاش بود، زیرا در وقتش این مسئله تقسیمات مرزی، علامت گذاری و دیگر چیزها حل و فصل نشد، کار به تاخیر افتاد. در تاخیر آفت هاست میگن و هر دو جانب هم گویا که
حق بر جانب بودند، تلاش میکردند که درستی گفتای خود ثابت کنند. در نتیجه بین مردمی که در واروخ و اطراف واروخ زندگی میکنند یک نوع همینطور احساسی نسبت به همدیگر، احساسی بدبینی پیدا شده، همینطور ماجرا کشته شده، عاقبت کار به همین انجامی. در شبکه های اجتماعی سببی به جنگ مسلح کشیده شدن وضع را بیشتر به کندی، ضعف کار کمیسی بین دولتی دیمارکاسیا و دمیلیتاسی مرز مشترک مربوط میدونند که 19 سال میشود به این مسئله مشغول است ولی به نتیجه نمیرسد. نصیب جان امونی، به نظر من اینجا شاید دو مشکل باشد. این نظری فردی من است البته. یکی جانب قرقیزستان به این صنعت ها، به این حجت ها اعتبار نداد و بیشتر تکیه کرد به خریده هایی که تازه ساخته شده، خریده های جعلی و به خریده هایی که مثلا سال 27 و 24 و 27 کشیده شده بود و اون خریده ها اهمیتی اولین درجه داشت اعتبار نداد و برعکس اونها دعواهای دروغین پهن کردند، دعواهای دروغین پهن کردند و اونها این چیز را همچون چیز رسمی به اعتبار نگرفتند. این از یک سو باشد به نظر من. از سوی دیگر جانب مذاکره کنندگان ما شاید از جمله آن متخصصان ورزیده که باید مثلا می بود شاید نبود و آنها اون حق خود را از دهان شعر می باید گرفت، گرفتن نتوانستند. شاید از بی تجربگی باشد یا از بی صلاحیتی باشد یا از کم دانشی باشد. استاد گمزاد، شما به همین حرف های نصیب جان امانی راضی هستید که یعنی مشکل در کاری کمیسی هیئت تعریف تاجیکستان است که نتوانستن جانب همسایه را متقاعد کنند؟ نظر شما چی است؟ اینجا هر دو جانب هم، نه تنها تاجیکستان. بله. نظر من از اون سخنای نصیب جان عزیز سال 1975 میگیرم. من 1975 و تا 75 من اکنون نگاه میکنم، از اون وقتی که من خواننده مکتب میانه رقم 22 دهه واروخ بودم، سال 1967 صنفی هشتم میخوندم. در مکتب ما، در صنف ما از جمله یک قرقیز پسر میخوند، نامش من مخصوص فراموش نکنم نوشتم احمد خان یلداشف، پدرش موزدوز بود، در صنفی ما میخوند، در دیگر صنف ها دو سه دختر ها میخوندند، در دیگر مکتب های هم میخوندند و اون همراه ما میخوندند و حتی بعضی شعرها را از ما بهتر میخوندند. خوش که باشد انا همیخیل ما دوستان زندگی میکردیم، حولی ما میرفتیم، همراه بچه ها بازی میکردیم و هم خواننده انا همین مکتب بود برابری من. این چیزی من، چیزی تو تاجیک، من ازبک، انا این آبی من، آبی تو، یکان گب نبود. همون سالهای مکتب خانی من، بله، باز میگویم کودک های بچه های قرقیز ها در مکتب های واروخ میخوندن، به تاجیکی میخوندن، همشان شهادتنامه تولد داشتن، از واروخ بودن، تبعی واروخ بودن. همین نقص بودیم، تینج بودیم. برای چی اکنون این خیر شد؟ برای آنکه نفسی بد بلای جان. انا همین نفس گرفتن، یک اکنون سال به سال زیاد می شد. اول 50 کس باشد، 100 کس شد، 150 کس شد و قوه های پیدا شدن که قرقیزستان ناآرام بودنش همه ما می دانیم. پس رای حل این چیزا ندارد همین طور؟ پس هر کس به طرف خود می کشد؟ حل دارد، همه چیز روی حل دارد، همه چیز روی حل دارد. اکنون من میگم اهل سیاست برای خودشان، حکومت دارا برای خودشان، کمیسیای مشترک برای خودشان، هم ماشون برای بهبود، برای وایها، هم تاجیکستان، هم قرقیزستان حرکت میکنن. من به همه اونو توفیق میخواهم، برار میخواهم. اکنون همچون نویسنده واروخی پیشنهاد مشخص خودم میگویم و بر میگردم به همان سالهای هشتم صنف بودن خود که ما برابر بودیم، از آن من و از آن تو نبود، همسایه های خوب بودیم.
انا ما برای برگشتن واروخ چخل دیها شما دیدگی میدونیتون واروخ جنت روی زمین میگویند منظره های زیبا آب شیرین چشم ساران حتی همون برس واروخ اکسیژن اوزون استثمار میکند اوسی تازه ترین هوا آبای شیرین منظره ها چیزهای تاریخی از زمین گهواری زرین کرده سیاهکول من در رمانهای خودم همه سنگ عروس و رخنه آتش و مزار و گور مغ و همه قدیم های همه که یادگاری های قدیم ترین نیاکان ما که تا زمان اوستا میرسد همه رخنه آتشان این مزار آتش پرستان رخنه آتشان گور مغ گورستان مغ همه از قدیم بود یادگاری های تاریخی درست است ولی حالا چی باید کرد پیشنهاد شما چی است همین من پیش میگویم که چون زمانی که پیش بود دوره کودکی ما واروخ از این چارکو سر کرده منطقه آزاد سیاحی اعلان کرده شود که از اون وقتی که پریزیدنت روسیه جناب پوتین گفتن که من میانه‌روی کردم میخوام همه چیز به کلی من آمد که بگذار همین چیز پیشنهاد کنن که منطقه آزاد سیاحی و تاریخی پیشنهاد اعلان کرده شود واروخ متقل همه شهروندان تاجیکا قرغیزا دو شهروندی حقوق گیرند اون وقت راه من راه تو آب من آب تو چراگاه من چراگاه تو این خیلی گپا نمیشد انا همو امکانیت های سیاحی تاریخی یادگاری ها با خصوصا سیاحی بسیار از روسیه می آیند یک اما زیلی قدیمه بر این اهل اتفاق می شویم این تشکر نسیم جان شما چی نظر دارید به حرفای استاد همچون نویسنده که امین راه کنن حاجتی جنجال نمی موند دیگر اون آب خاک تاجیکستان است اون مرز و بوم تاجیکستان است اون خواجه اعلی مثلا اون اقصایی که قرغیزا اقصای میگویند این تنگ واروخ بود بر اساس همین یک راه حل اصلی مسئله اون آب خاک به صاحب اصلیش باید برگردانده شود این خود رئیس کمیته امنیت قرغیزستان تشریف پیشتر بسیار به یک بیانیه بسیار پوچ و پادر هوا گفته بود که باید واروخ تبادل شود نه اگر مسئله تبادل شود باید اقصای باید تبادل شود اقصای باید یکان راه پیدا کرد که اقصای به تاجیکستان پوره برگردانده شود بر اساس موجت ها یا اون قسمت تاجیکستان چیزش به همون مانند تبادل شود در اون حالت مسئله واروخ پر حل می شد دیگر اینطور تنش هم نمی شد جنجال هم نمی شد نزاع هم نمی شد و در نهایت کار باز یک راه دیگرش هم هست این اگر در حالتی این کارها نشودن من باور دارم که اگر جانب تاجیکستان پافشاری کند به جامعه جهانی مراجعت کند و اون دلیل های خود حجت های خود پیش نیاد کند شاید موفق شود به همین صاحب زمین خودش شود جناب امانی شما در صحبت و بیشتر از باید شود و باید کنند این چیزها حرف میزنید ولی خیلی میخواستم مشخصتر صحبت کنیم که چرا حتی پریزیدنت های دو کشور صحبت میکنند حتی چند روز قبل پریزیدنت تاجیکستان با واروخ را با مردم ملاقات کرد ولی ببینید بعد چند روز با همین مناقشه سر شد چرا چنین میشود اینا میخواستم شما حرف میزنید اکنون اون حسن اعتمادی که بین مردم واروخ و قرغیز و تاجیک بود تا جای کاسته شد متاسفانه من اگر به تاریخ گذشته اینجا ما باید حق گپه گوییم و اون مثلا کارهای نیکی که مثال زمان قرغیز ها کردن برای ما اونها هم باید یادآور شویم مثلا وقتی که در تاجیکستان ناآرامی شد و مسئله رفت آمد ما به دیگر کشورها مشکل شد ما مشکلات با ازبکستان داشتیم قرغیز ها به ما خیلی کمک کردن تقریبا 50,000 مثلا تاجیک مهاجر گریزده در قرغیزستان پناه یافتن اسکر آقایف رئیس جمهوری وقت قرغیزستان خیلی کمک کرد مناسبت ها با ما خوب بود این را هم باید مد نظر داشت
ولی متاسفانه همون حسن تفاهم و اون مهربانی و دوستی که تا جای در همون دوره ها بود بین ما و قرقیز ها آهسته 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 همین کاسته شد به نظر من در اینجا. اما اینجا نکته جالب این که چون ما به جنگ برادرکش کشیده شدیم و تاجیکستان کمی ضعف پیدا کرد دیگر چیز، به نظرم این همسایه ما از این استفاده کردنی شدند و اونها موقع زورگویی پیش گرفتند و در نتیجه اونها به خاله به گفته خودشان ایستادند و هیچ گذشت نکردند، حسن تفاهم اینطور چیزا نکردند. در نتیجه آهسته آهسته همین تنش ها کم کم آهسته آهسته زیاد شد و کار به همین درجه رسید. تشکر. ببینید بعد از این درگیری که چند روز سه چهار روز گذشته بود و حالا یعنی با آتش بس انجامیده است و طرف ها نیروهاشون بیرون بردن، فکر نمیکنید که اگر من بعد باز یک اشتباه از یکی از طرف ها شود، فکر نمیکنید که دیگه وضع از کنترل بیرون میشود، با وضع باز بدتر میشود؟ پس در چنین حالت کدوم طرف و کیا باید کدوم مقامات بیشتر مسئولیت نشان دهند؟ به نظر شما استاد ایگمزاد شما چی میگوی؟ من باز گفتم که هر کس کاری خودش کند، به درجه به سطح ضروری اجرا کند، دیپلمات دیپلماتی چه کند، حربی کارهای حربی چه کند، سرحدبان سرحدبانی چه کند. من همچون نویسنده همین فکری خودم را گفتم و باز میگویم که یکی از همین راه ها منطقه آزاد سیاحی اعلان کردن واروخ که همه به هم میبیارد، به نفع مردم میشد، آرامی میشد، کنجی میشد، چیزی من چیزی تو نمیشد، بلکه همه همین بایگری های خداداد، منظره های خداداد، آب خداداد، همه زیبایی ها برای انسان استفاده برده میشد. من همچون نویسنده انا همین خلاصم هست، لیکن هر کس کارش کند، از روی انصاف کند و به جانب قرغیزستان برابر قرغیزستان توفیق میخواهم، توفیق میخواهم که به احساس داده نشوند. یعنی ما اون چیزی که همه ما دیده استادیم. تشکر. چی که در به نظر شما آیا این درگیری و خرابی که دو طرف دیدند پیش آمد سبب می شود که مقامات دو کشور جدیتر از پس حل مسئله شوند، مسئله که شما اشاره کردید، یا برعکس از این بعد مشکل با پیچیده تر می شود؟ نصیب جان شما چی می گوید؟ سیان نوی ایتا خراشا زبی توی پروشلی چیزی نو، همین چیزی نو اونجا که فراموش شدگی. اگر ما من اشاره کردیم که همون دوره تینجی سالهای شستومی شوروی رو برگردیم که قرغیز مکتبی تاجیک میخوان شهروند تاجیکستان واروخ بود، همون تینجی امانی برادری برقرار کرده شود، انا همون چیز این چیز گویا که نبود، همون وقت سر کنیم از نور سر کنیم و منم منطقه آزاد، انا همون چیز که بود تو سال 69 شد. ما دامدازی دادیم که ما همسایه نه، ما دشمن نه، ما تلاش نمیکنیم. من همین دیده تودیم یک چیزی غیر عادی افتن نکرد. شما مثلا بیشتر صحبتی ما بیشتر بر روی این است که اگر طرف ها این خیل کنن یا باید این خیل کنن، ولی ما نگاه میکنیم با فکت و دلیل که ببینه چه حادثه های خونین همچنان ادامه دارد. جناب امانی نظری شما چی است؟ چی کار باید کرد در چنین حالا؟ نظیم جان گفتون این چیز حق تلاشی، چیز تلاشی، بعد که این خدا خون ریزی شد، آدم کشی شد، این خواهد نخواهد عمقش فروتر چکرتر می شد. نظیم جان امانی شما چی میگوید به این سالی که ما دادیم؟ یعنی بعد از این حادثه ای که ما شاهده شدیم باز وضعیت بدتر می شود یا واقعا این یک دستور می شود که کمیسی های دو طرف جدیتر به این مسئله توجه می کنند؟ نظرتون چی است؟ عاقبت این ماجراها خونریزی است. عاقبت این ماجراها از بین رفتن جان انسان است که مهمترین چیز است برای هر کس. مثلا هیچ کس نمیخواد که در خانوادهش یک تلفات شود و مادر بی فرزند ماند و همیخواد خواهر و برادرها گریان شوند. و برای همین جانب هم تاجیکستان هم قرقیزستان باید فکر میکنم که به هوش بیایند، باید اندیشه کنند که راه حل باید پیدا کنند و من بعد این
با خوشبینی باید نگاه کنند که همسایه با همسایه باید آزاد به اساس عدالت، به اساس نیکخواهی و به اساس دوستی و رفاقت زندگی باید کند که دیگر سوی این ماجراها، دیگر سوی این جنجالهای خونین رخ ندهد. فکر میکنم که انسانهای خوب فقط خودشون فکر نمی کنند. انسانهای خوب برابر خودشون دیگران را هم اندیشه می کنند. یعنی پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک معناش همین که به دیگران کردن است. فکر میکنم که اگر ما از روی همین پرینسیپ، از روی همین گفته زردوشت، آین زردوشتی همون عمل کنیم و برادران هم همین چیز را محک کار خود قرار دهند و اگر به خودت بدی نخواهی به دیگران بدی نکن عمل کنند، فکر میکنم که به مقصد میرسیم و در مرز تاجیکستان. تشکر. یک مسئله دیگر میخوام توجهتون جلب کنم، این است که مناطق مرزی دیگر به تدریج برای اهالی منطقه تنگ میشود، ولی مردم نمیخوان به جای دیگر بروند و زندگی کنند. این گفتم در این میان هست که اگر مقامات تاجیکستان و یا چه قرقیزستان شرایط بهتری کار و زندگی در دیگر مناطق فراهم آورد، جوانان به آن جایها میروند و جنجال برای آب و زمین کم میشود. بله، این در حقیقت در مدت 30 سال استقلال متاسفانه به اساس این درگیری های داخلی، جنگ داخلی و دیگر چیزها سطح زندگی مردم پایین شد. اگر تاجیکستان بگیریم، البته حالت قرقیزستان هم از ما بهتر نیست و مردم بسیاری ها رفتن از پی در مهاجرت و برای ریسک روزی یک نان پیدا کردن هر کجا، و در همین راستا فکر میکنم وضع این مردم اسفره باز دادخون بهتر میدونن، مشکل تر بود به این معنی که در اسفره مردم زیاد هستند، زمین کم. یادم میاد وقتی که سالهای 70 ساختمان اشتی کلان آغاز شده بود و در همون ساخت به همین ساختمان اشتی کلان مردم اسفره هم جلب شده بودند. بله نسیم جان، شما خیلی پاسخ دقیق دادید و به همین سوال استاد ایگمزاد چی میگویند؟ نه، من گفتنی هستم که شاید با از روی هم تجربه پیشتره باید استفاده کرد و شاید مردمی کسی مردم اسفره رو به اشت فرستاد یا به دیگر جایی که زمین هست و آب هست و شرایط زندگی هست. تشکر. بله، ولی حالا از هر دوی شما میخوام بپرسم که مقامات و یا حکومت تاجیکستان و قرقیزستان این نوبت میتوانن عملا به علامت گذاری خط مرز شروع کنن، البته با نتیجه مثبت. شما چی نظر دارید استاد ایگمزاد؟ و خیلی خواهش میکنم فشرده که برنامه در حال پایان رفتن است. نظر گفتم من برابر توفیق موفقیت میخواهم، برار کار میخواهم. من باور دارم که عقل سالمی راهبرا به نفع هر دو ملت خدمت میکند. ما آبادی و میرسیم، ما زیر اول دوست میشیم، اتفاق میشیم همش. آخ، ما مسلمانیم، آخر ما برادران مسلمین هستیم، اما ما برادر هستیم. تشکر استاد. حاضر میخواستم نظر نسیم جان امانی را پرسم، خیلی کوتاه خواهش میکنم، نظر شما چی است؟ من هم به گفته های دادخان عزیز راضی هستم، هم نوا هستم. آخرین امید این امیدواران زنده بود، میگم استاد لایق، دنیا به امید است. پایان همه نزاع باید صلح و صلاح شود، برادری شود و ما هم از خداوند متعال، از رهبران تاجیکستان، از اهل خیرات، از جامعه تاجیکستان و قرقیزستان مسئله اساسی رو اساسا مردم هر دو کشور حل میکنند. باید در بین مردم هر دو کشور امید حالت صلح و صلاح و دوستی و رفاقت باید ایجاد کرد. فکر میکنم که عاقبت کار البته خونریزی نمیشد دیگر، صلح و صلاح میشد. ما به امید هستیم، خدا کند که هم برادران قرقیز هم همدیاران عزیز ما در حل همین مسئله باید تمام امکانات خود استفاده برند تا که خونی یگان برادر، خواه قرقیز باید خواه تاجیک، نریزد.
و در پایان برنامه به شما و بینندگان گرامی زاری سپاس میکنم. مهمانان ما داداخان ایگمزاد، نصیب جان امانی بودند. بینندگان گرامی، اگر نظری دارید برای ما بنویسید. من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش میبردم. خدا نگهدار شما.